رسیدن این جلسه میتونی این قطعه رو بزنی و کیف کنی. خواننده آهنگساز و مدرس تار ستار. اینجا هم کانال یوتیوب منه، خوشحال میشم کانال سابسکرایب بکنید. این جلسه ششممونه، جلسه ششم تاره. از کتاب زلفون فاصله گرفتیم، اومدیم توی کتاب تار و ترانه همونطور که قول داده بودم تو جلسه اول. بعضی وقتا به خاطر اینکه استراحت بکنیم از اون متدای تقریبا آکادمیک و فاصله بگیریم از اونا، گاهی لازم یه ترانه بزنیم، یه ملودی بزنیم که برامون آشناست، از بچگی تا الان شنیدیمش، همیشه دوست داشتیم ملودی با سازمون بزنیم و الان با متد به راحت ترین شکل ممکن با چیزایی که بهت میگم قدم به قدم میتونی کار رو راحت انجام بدی. این باعث میشه که انگیزه بهتری پیدا بکنی. به عنوان مثال این قطعه خیلی ساده رو میخوایم امروز با همدیگه کار بکنیم. چرا؟ چون که دقیقاً با توجه به موضوع جلسه پنجم توی جلسه قبل توی کتاب زلفنون اومدیم نوت‌های سیاه و نوت‌های سفید رو یاد گرفتیم که چطوری کنار هم دیگه قرارشون بدیم. یاد گرفتیم که نوت سیاه نوتیه که با هر ضرب پامون که میخوره زمین این شکلی اجرا میشه. نوت سفید نوتیه که دو ضربه پایه، یعنی یه دونه زمانی که پامون میخوره زمین یه دونه خالی بعدش پا میزنیم. یک دو یک دو. وقتی که جلسه گذشته یاد گرفتیم که چطور این دوتا رو کنار هم دیگه بذاریم، هر چند تا سیاه و هر چند تا سفید که به شکل مختلفی کنار هم دیگه بیان بدون اینکه ضرب پامون رو درش نوسان ایجاد بکنیم، تندترش بکنیم یا کندترش بکنیم یا از نظم خارجش بکنیم اون ضربه پامونو، اینا رو کنار هم دیگه قرار بدیم. کتاب تار و ترانه رو وقتی که باز میکنیم صفحه 8 درس اول نشه یک آهنگ لوری یه میزان نمای 4-4 داریم. تو هر میزان، میزان اول نوشته سیاه سیاه سفید، تو میزان بعدیش نوشته سفید سفید. اصلا کاری با اسم نوتا ندارم فعلا، فقط ریتم رو نگاه کنیم. سیاه سیاه سفید سفید سفید، ریتممون اینه. سیاه سیاه سفید سفید سفید. اسم نوتا چی داره میگه؟ داره میگه سول دو 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 ره. دارم اسم نوتا میخونم با شرایط ریتمش، یعنی سیاه سفیده، ریتم اجرا میکنم به جای اینکه مثلا همه رو بگم دو یا بگم آ یا بگم دا یا بگم هر چیز دیگه. اسم نوتا میخونم، میگم سول دو 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 ره، بدون اینکه فرکانسش رو بخونم. اسم نوت با ریتم میشه پارلاتی. اگه بخونم فرکانسش هم بخونم میشه سول دو 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 ره. کانتاتیش میکنم، یعنی اسم نوت رو میخونم، ریتم رو میخونم و فرکانسش هم میگم. حالا کاری به این موضوع ندارم. پارلاتی کردن برای نوازنده ها ساده تره و در همین حد که بتونید اسم نوت با ریتم بخونید کافیه. بریم بزنیمش. سیاه سیاه سفید سفید سفید، سول دو 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 دو. برای از من بزنیم دو میزان بعدیش، یعنی میزان سوم و چهارم دقیقا همینه، دوباره تکرار کرده سول دو 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 ره. پس این عبارت رو دو بار میزنیم. بریم سراغ میزان پنجم و ششم.
دوباره ریتممون همینه، سیاه سیاه سفید سفید سفید. اما این دفعه نوتاش عوض شده، داره میگه می ره می دو ره. بریم بزنیم ببینیم چجوریه. انگشت اولمون روی ره ثابت نگه داریم، سیاه سیاه سفید سفید سفید. یک ضرب یک ضرب دو ضرب دو ضرب دو ضرب. میره میره. دوتا میزان آخرم همینه با یه فرق کوچولو، نگاه کن. میره آخر فقط دو جنگی بشه، دو ره شد دو دو. نوت آخرشون در واقع فقط با هم فرق میکنن. یه بار از اول تا آخر برات کامل اجرا میکنم با این سرعت، یک دو سه چهار. دو 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 اگه تو هم میتونی بزنیش. حالا میخوام سرعتش یه ذره بیارم بالا، یک دو سه چهار با این سرعت میخوام بزنم. سود دو 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 ره. چه شکلی میشه؟ یک دو سه چار، یک دو سه چار. دو دو کسی که از صفر شروع کرده، اگه واقعا از روی این مجموعه شروع کردی از صفر و الان رسیدی به اینجا و این ترانه رو، این آهنگ و این ملودی معروف رو الان با همین ویدیو یاد گرفتی و تونستی بزنیش، خیلی واقعا میتونه من خوشحال بکنه و خیلی هم انگیزه میده که ادامه این مجموعه رو با یه انرژی 10 برابر بهتر انجام بدم. فقط من نمیست تونستم، اگر تونستی اینو برام بنویس کافیه. مراقب خودت باش، فعلا خدا نگهدار.